متشکرم. ببینید اتفاقی که این روزها هم مربی تیم ملی فوتبال از این ور مربی باشگاه استقلال، زنجیره اتفاقاتی که این روزها داره میفته نشان از بی‌تدبیری، ناکار آمدی، دخالت یه عده افرادی که یا میونه خوبی با ورزش ندارن، سابقه در ورزش و فوتبال ندارن، همه اینها در یک چنین روزی به منصه ظهور میرسه. واقعا همه عالم و آدم میدونن که همین آقای استراماچونی اعلام کرده بود که 6 ماه تمام پولشو از باشگاه پاناتینایکوس نگرفت و همچنان به مربیگری این تیم ادامه داد. آنچه را که الان ما میبینیم و رسانه‌های ما متاسفانه همینطور بعضی از مدیران باشگاه استقلال دارن اعلام میکنن، اینو میخوان ارتباط بدن به مسائل پولی و بانکی. بله، مسائل پولی و بانکی بی تأثیر نیست، تحریم‌های بین‌المللی بی تأثیر نیست، اما واقعا در طی همین 9 روز گذشته ما اوج بی‌تدبیری و ناکارآمدیه که یه نفر آدم متخصص زبوندون و حرفه‌ای بیاد بره با آقای استراماچونی مذاکره بکنه، صحبت بکنه، فوت و فن این کار رو بلد باشه. پیام ویدیویی که آقای استراماچونی الان گذاشته گفته اصلا شما با حیثیت و شخصیت حرفه‌ای من با این نشون دادن این رسیدها با این کارهای بی‌ارزش به سخره گرفتیم. بیشتر از رفتار مدیرای استقلال ناراحت بود. یعنی بله آقای بگم ببینید مسئله ما اینه که آبروی حرفه‌ای یک مربی حرفه‌ای خیلی خیلی مهمتر. آقای استراماچونی گفته که انقدر با من بدقولی کردن، انقدر امروز و فردا کردن، آقایون فکر کردن که فضای فوتبال داخل با فضایی که حاکم بر مربیان حرفه‌ای در خارج از کشوره یکیه، میشه شما امروز و فردا کنی، فردا رو به پس فردا موکول بکنی. وقتی شما یه مربی رو به کار میگیرید، یه قراردادی رو میبندید، باید مدیریت حرفه‌ای اون قرارداد رو هم بلد باشین. واقعا هیئت مدیره باشگاه استقلال اصلا جا موند. فکر نمی کردند که یک روزی آقای استراماچونی بیاد، امروز بیاد بگه که آقا من دیگه خسته شدم و شبانه تهران رو ترک کنه. اصلا مردم شریف و طرفداران باشگاه استقلال فکر نکنن که آقای استراماچونی تصمیم خلق و ساعه گرفت و بلافاصله تصمیمش رو اجرا کرد. این قضیه برمیگرده به ماهای قبل. اتفاقا همین الان هم هنوز هم دیر نشده. شما نگاه کنید فرستادگان باشگاه استقلال برای مذاکره با استراماچونی چه کسانی بودند و چقدر با آداب مذاکرات بین‌المللی حرفه‌ای، ورزشی و حقوقی آشنان و چه بک‌گراند یا سابقه ورزشی در کارنامه خودشون دارند که در این شرایط حساس بیان وضعیت باشگاه استقلال رو سر و سامون بدن و دلجویی بکنند. آقای استراماچونی اونور از بدعهدی و بیوفایی و امروز و فردا کردن با بازی کردن با حیثیتش ناله میکنه. در این ور ما همش هر روز یه فیش در میاریم نشون میدیم ببینید ما 80,000 تا واریز کردیم، 150,000 تا واریز کردیم، 180,000 تا واریز کردیم. واقعا جای تأسفه. حتی همین وجه اگر روز دوشنبه صبح به حساب آقای استراماچونی واریز بشه و بشینه به حسابش، باز اگر کسانی که میخوان باش مذاکره کنن فرستادگان باشگاه استقلال یا وزارت ورزش هستن، به آداب و رسوم این مذاکره حساس و نزاکت مذاکراتی چه نیازی هست که بیان فیشاشو بیان تو تلویزیون، تو رادیو تلویزیون علم کنن برای اینکه بگن ما تقصیری نداشتیم، ما قصوری مرتکب نشدیم و پول رو واریز کردیم. واقعا غیر حرفه‌ای ترین روش همینه. طرف وقتی فیش بانکیشو میبینه در دنیا پخش شده، جز اینکه بهش بر بخوره و وضعیتش سخره گرفته بشه چه واکنش دیگه درسته. آقای رفیع بیشتر خب مد نظر استراماچونی همون بحث رفتاری بود که مدیران باشگاه استقلال داشتن، فرصت ما زیاد نیست. تشکر میکنم از ارتباطی که با ما برقرار کردید و توضیحاتی که فرمودید.